درود بر شما دوستان عزیز، امروز 12 ینور نشر نوبتی سرخطی رویدادها را پیشنهاد شما میکنیم. شرکت سومانر گفته است مبلغ مسافرانی را که باید به الماتو سفر میکردند برمیگردانند. حکومت طالبان به ضرورت امام علی رحمان واکنش کرد. با شروع سال نو سرگردانی برای دریافت پتنت در روسیه بیشتر شده است. تعدید افراد نامعلوم برای ترکانیدن سفارت های تاجیکستان و قرغیزستان در مسکو ویزاتمان از درد دل شکایت دارد، اما مسئولان محبس برای انتقال او به بیمارخانه سراسیمه نیستند. صرف نظر از هوای نامساعد روی دوشنبه چنوخ برای حرکت همه نوع نخلیات باز است. شرکت ایرس مسئول نگاهوبینی رو که شمال تاجیکستان را با پایتخت میپیوندد میگوید برای رفت آمد بی‌ممانعت ماشین ها شرایط مساعد فراهم شده است. روزهای اخیر در این راه ریزش ترمم بیشتر شده، 17 حالت فرآمدن ترمه ثبت گردیده است. حرکت ماشین ها در این مسیر 4 ینور سال جاری از سر گرفته شد. از آغاز امسال نرخ سفر توسط این شهر بالا رفت. صاحبان ماشین های سبکرو با شرکت ایرس تا 89 سومانی و ماشین های کلان تا 693 سومانی میدیند. در عوض شرکت ایرس وظیفه دار است حرکت را در او تامین کند. ولی بعضی از راننده ها به رادیو زده گفتند در آغاز ترمه فرایی خودشان مجبور بودند با بیل راه کشویند. شرکت سومون ایر در یک مراجعت نامه گفته است پرواز نقشوی از دوشنبه به الماتو و برعکس که باید روز 12 ینور صورت می گرفت بیکار شده است. عملی نشدن پرواز با از فعالیت باز ماندن فرودگاه شهر الماتو ربط داده شد. شرکت سومون ایر از مسافران درخواست نموده است که برای عوض کردن سنه پرواز و یا باز پس گرفتن مبلغ به نقطه خریدی بلیت مراجعت نمایند. طبق جدول پرواز بعدی روز 16 ینور است، ولی معلوم نیست که آن اجرا می شود. شهروندان تاجیکستان فرودگاه الماتو را اکثرا همچون ترانزیت برای پروازهای بین‌المللی استفاده میبرند. خاطر رسان میکنم که فرودگاه شهر الماتو در پی بی‌سر و سامانی های اخیر موقتا بسته شد و در اختیار نیروهای حامی صلح سازمان پیمان امنیتی دست جمعی زیر نظارت روسیه قرار دارد. طبق اظهارات پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقایف، این نیروها در دوام دو هفته آینده از قلمرو قزاقستان بیرون میشوند. از این رو شاید بازشوی فرودگاه الماتو مطابق بعد اجرای این نقشه به وقوع پیوندد. تفصیلات رویدادهای اخیر قزاقستان رو بینندگان عزیز میتوانید در سامونه رادیو زودی زیر نشانی www.ozodi.org بخونید. سفیر امریکا در پیمان ناتو میگوید در عرفه آغاز مذاکرات با روسیه کشورهای عضو این سازمان در یک صف متحد قرار دارند. مذاکرات ناتو با روسیه امروز در شهر بروسل شروع شده، در آن امنیت اروپا و احتمال حمله روسیه به اوکراین بررسی میشود. در حالی که روسیه شماری بزرگی نیروهایش را در مرز با اوکراین مستقر نموده است، مسکو از پیمان ناتو کفالتهای امنیتی طلب دارد. اصلا مسکو میخواهد که ناتو از توسعه به سمت شرق خودداری نموده از دستاوردهایش در اروپای مرکزی و شرقی دست کشد. دو روز پیش در ژنو هیئت‌های آمریکا و روسیه مشورت‌های امنیتی را شروع کرده بودند. سخنگوی کرمل دیمیتری پیسکوف گفت که مذاکرات آمریکا و روسیه آشکار و مستقیم بود، ولی در مسائلی که به فکر مسکو فوق‌العاده میباشند پیشرفت حاصل نشد. مسئولین حکومت طالبان با گفته های امام علی رحمان در مورد وجود پناهگاه های جنگیان در شمال افغانستان واکنش نشان دادند. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 12 ینور ضمن سخنرانی در نشست آنلاینی سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به مسئله تروریسم بین المللی و افراطگرایی دخل کرده گفت با آمدن طالبان به قدرت در افغانستان این خطر در کشورهای منطقه زیادتر شده است. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان دیروز در واکنش در صفحه تویترش نوشت ادعای رئیس جمهوری تاجیکستان درباره ایجاد تعدادی از پناهگاه‌ها در افغانستان برای فعالیت‌های ویران کرونا در منطقه مرزی با تاجیکستان صحت ندارد و ما به شدت آن را رد میکنیم. امارت اسلامی به همه کشورهای همسایه اطمینان میدهد که مرزهای ما امن است، آمده است در واکنش معاون سخنگوی حکومت طالبان. ما
موجوری توجیک بعدی سال 9 زیود شدنی نوبت پویی در مرکزی موجورتی سخر و سرسونی ها برای دریافت پتن شکایت دارند. کربرونی رادیو زودی از نزی بینوی سخر و نوار فرستادند که در اون دیده می شود چیگونه سطح موجوران در هوای سردی برفی در پشتی در مرکزی موجورتی نوبت استودند و کرماندون حفظی حقوق با اونها دغل گفتاری دارند. آخر سال گذشته مرکزی موجره در موضع پوتیلکا بسته شد و حالا موجیانی کوری از سراسر ولایت مسکو مجبورند برای گرفتن پتنت و دیگر سنتهای بوده باش در روسیه به سخر وایند. گذشته از این محمدجان صابیروف حقوقشناسی مرکزی تونگ جهانی میگوید از سال نو آنهایی که سری وقت برای گرفتن پتنت عریضه پیشنیاد نکرده بودند نخست 10200 روبل جریمه سپریده سپس اجازتنامه کار میگیرند. و در حالتی که گذشتنی از سی روز وقتی که شما سی روز میگذرانید در این حالت شما را با بندی 18.20 شما را از 10 تا 15 هزار جریمه میکنند. حاضر باز بسیار باشد مهاجران ما بسیارتر سرگردان هستند در مورد پتن. وقتی که به همگان معلوم است که پتن در سال 2021 5341 روبل بود، اینی حال باشد پتن 5900 روبل شدگی است و در وقت این روزهای استراحتی سال نو همون رکویزیت هایی که کهنه بودند همون ها همی خیلی ماندگی هستند و مهاجران بسیارتر وقتی که به بانک های روسیه رفته وقتی که پتن سپردنی می شوند در همون بانکمات با اونها 5341 روبل نشان می دهد و اکثریت مهاجران همون خیلی سپردگی هستند. طوری مصاحبه ما گفت شروع از سال 2022 نرخ پتن در مسکو و ولایت اون 5900 روبل مقرر شده است. هرچند وزارت کارهای داخلی روسیه گفته بود که بعد 29 دکبر به شهروندان خارجی پتن در شکل کارت چیپ دار داده می شود، اما به قول محمد جون صابیروف هنوز این افغانی روی کار نآمده است. از 1 ینور مجرانی که به پتن بازداشت می شوند جریمه و سپس از قلمرو روسیه دپورت می گردند. در روسیه حدود 1 میلیون مجر توجیک زندگی میکند، پیوسته از نقض حقوق آنها از جانب کارفرما و مقامات روس خبرها نشر میشوند. پیوندان عزتمان میگویند درد قلبش در محبس خروج کرده است و پزشکان زندان او را تنها با داروی برالگین آرام میکنند. به گفته نزدیکان وقتی عزتمان در سیزو نگهداری میشد یک مرتبه دچار حمله قلبی شده بود. محمد یوسف خولوف روزی 12 ینور به رادیو زودی گفت پدرش به مسئولان محبس درباره بیماریش خبر داد ولی او را به بیمارخانه انتقال ندادند. عزتمان در صحبت با پسرش گفته است برایش دارو ضرور است. عزتمان اول ماه دکبر به زندان واقع در محله معروف با نام یکم سویسک انتقال داده شده بود. محمد سید خولوف میگوید روزی که پدرش به محبس برده شده است به وکیل مدافعش اجازت نمیدهند که ملاقات کند. دادگاه شهری دوشنبه روزی 19 اکتبر عزتمان را بر اساس قلوبی به مقدار مخصوصا کلان به 9 سال زندان محکوم کرد. وزارت کارهای داخلی روسیه بعد از تهدید ترکانیدن سفارت توجیکستان و قرغیزستان تفتیش را آغاز کرده است. خبرگزاری تاس می‌نویسد که روز 10 ینور این دو نمایندگی دیپلماتی از افراد نامعلوم طریق پشت الکترونی مکتوب دریافت کردند. در آن ادعا می‌شد که در بینوی سفارتخانه‌ها در مسکو بمب گذاشته شده است. در مکتوب طلب کرده شده است که توجیکستان و قرغیزستان نیروهای حربی خود را از قزاقستان بیرون کنند. در پی تهدید بمب گذاری کارمندان پلیس مسکو سفارتهای توجیکستان و قرغیزستان را با کمک سگان بوگیر تفتیش نموده یگان موادی ترکنده پیدا نکردند. حالا مقامات مؤلفان نامه های تهدیدآمیز را به این سفارتها جستجو دارند. بینندگان عزیز، اکنون برای شما ایدکار به اسعار خارجی در توجیکستان معلومات میدهم. امروز 12 ینور بانک ملی 1 دلار و 11 سومونی و 30 درم نرخ گذاشته است. 1 یورو 12 سومونی و 80 درم ارزش دارد. قیمت روبل روسی نسبت دیروز 30 درم بالاتر رفته، امروز 1000 روبل 150 سومونی و 70 درم میباشد. در همین ثانیه ها نشر نوبتی برنامه سرخط رویدادها را به پایان میبرم. دوستان عزیز، با شما خیر خوش نمیکنم چون در پیش برنامه اخبار آزادی داریم. تا دیدار نوبتی بعد 3 ساعت دیگر، روز خوب داشته باشید.